سلام دوستان، به کانال خالصیما خوش اومدین. امروز میخوام با آموزش زرشپلو با فیله در خدمتتون باشم. میریم که با معرفی مواد اولیه کارمون شروع کنیم. فیله مو 6 عدد، هویج 2 عدد، پیاز 1 عدد، رب گوجه فرنگی یک قاشق غذاخوری، زرشک 100 گرم، خلال پسته بادام به مقدار لازم، هویج خلال شده و فلفل دلمه‌ای 1 پیمانه، ادویه به مقدار لازم، زعفران به مقدار لازم، گلاب یک قاشق چایخوری. فیلامونو تو ظرف مورد نظرمون میچینیم، از هویج خلال شده و فلفل دلمه‌ای و پیاز ورقه‌ای استفاده میکنیم. این مواد و لابلای مرغمون حتما باید بدیم تا بوی ذوق مرغ رو بگیره. ادویه و نمک. تا وسط ظرفمون آب اضافه میکنیم، میذاریم مرغمون پخته بشه. نیم ساعت برای پخت فیله ها کافیه. اونو به اندازه 3 سانت خرد میکنیم. به این شکل برقای نازک، خیلی نازک برش میدین و به این صورت خلالای خیلی نازک خورد میکنیم. روغنو گذاشتم یه مقدار داغ شدش. هویجامونم که قبل خلال کردم بهش اضافه میکنم و طوری سرخ میکنم که رنگش به رنگ طلایی در بیاد. سعی کنید بالا سرش باشین، چند دقیقه یک بار هم بزنین تا یک دست سرخ بشه. هویج خیلی سریع سرخ میشه. زرشک رو به هویج سرخ شدهمون اضافه میکنیم. زرشک هم چند سری توی آب خیس میکنین، کامل میشورید. اگه شنی چیزی داشته باشه تمیز بشه. زرشک رو باید به حرارت خیلی ملایم به مدت 1-2 دقیقه سرخ کنین، چون سریع میسوزه زرشک. اگه دوست داشتین زرشکتون ترش باشه، نمیخواد شکر اضافه کنین، ولی اگه دوست داشتین شیرین باشه یه قاشق بهش شکر اضافه میکنین. تا اون ترشی در بیادش.
خلال پسته بادوم هم بهش اضافه میکنیم. زعفرونمون رو اضافه میکنیم و گلاب. زیاد زرشک رو روی حرارت به هیچ عنوان قرار ندیم، در حد یه تفت خیلی کم. برنجمون هم میتونیم هم به صورت کته بذاریم هم به صورت آبکش. همونطور که میبینیم من کته گذاشتم. داخل ظرف کمی روغن ریختم و فیله همون رو داخل سرخ میکنیم و بعد توی سس اصلی میریم. فیله همون سرخ شدش برمیداریم. رب و به روغنمون اضافه میکنیم. یه مقدار فلفل در خیلی کم نمید. آب مرغی که قبل داشتیم ربامون اضافه میکنیم. مرغمون رو داخلش میذاریم تا سسمون غلیظ بشه. سسمون که غلیظ شد دیگه خاموش میکنیم. و یه مقدار زعفرون بهش اضافه میکنم. درشو میذاریم تا سسمون غلیظ بشه. دم کشید. من یه مقدار از برنج قاطی مواد زرشک و هویجمون میکنم برای تزیین روی برنج. سرش گلو با فیله ما آماده شدش. من براتون سروش کردم. امیدوارم خوشتون اومده. غذای بسیار ساده و سریع آماده میشه. حتما درست کنین، کنار خانوادتون نوشه جان کنین. تا برنامه بعد آموزش دیگر همه تونو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یارو نگهدار.